عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و محترم برنامه کافه آپارات. ششمین روز از 37 جشنواره فیلم فجر هستش و همچنان خدمت شما هستیم از پردیس ملت سینمای رسانه. امروز و تو این بخش میخواییم درباره فیلمی که به نمایش درآمده، یعنی فیلم یلدا کاری از آقای مسعود بخشی در خدمتتون باشیم و سرکار خانم فرشته حسینی عزیز بازیگر این فیلم در کنار ما هستن. خیلی خوش آمدید خانم حسینی. قربون شما، مرسی. متشکر. خب میخوام بدونم تجربه همکاریتون با آقای بخشی با توجه به اینکه خب شما بازیگری هستید که توی فیلم کارگردانای جوان و خوش سلیقه مثل جمشید و نوید محمودی درخشیدین، میخوام بدونم که اون کار، خب شما نقش محوری رو داشتین تو فیلم رفتن، چقدر روی این قضیه که در واقع تو فیلم آقای بخشی قرار بود یک نقش مکمل ولی تاثیرگذار در درام رو ایفا بکنید، چقدر تو این انتخاب نقش داشت؟ راستش من سر کار رفتن که خب 19 سالم هم بود، نه 18 سالم بود، آره اونجا نقش اصلی رو داشتم و اینا، ولی اینکه چرا انتخاب کردم توی کار مسعود باشم به خاطر اینکه من کارهای قبلیشون، مثلا من مستند تهران انار ندارد رو دیده بودم از ایشون و دوست داشتم واقعا، و اینکه وقتی خوندم فیلمنامه رو به نظرم فیلمنامه جذابی اومد، برای همین دلم خواست که با اینکه نقش کوتاهی بود ولی به نظرم نقش تاثیرگذاریه، دلم خواست تو این فیلمه باشم. درسته. خب این سوال کردم برای اینکه به نظر میاد خیلی مهمه، به خصوص برای بازیگرای جوان که خب توی کارهای اولشون نقش محوری و اول دارن و خب مورد توجه از اون جهت قرار گرفتن، به نظرم گام‌های بعدیشون از این جهت خیلی میتونه تاثیرگذار و هوشمندانه باشه که خودشون رو توی دایره بسته حالا کمیت نقش به خصوص محدود نکنن و این اجازه تجربه نقش‌های متفاوت رو بدن به خودشون. آره نه، من با اینکه توی همه فیلم ها یا فیلم هایی که بهتون پیشنهاد میشه دلتون بخواد نقش اول باشه اینو درک میکنم، ولی به نظر من چیزی که خیلی مهمتره اینه که چون همه آدم ها خودشون قوه تشخیص رو دارن دیگه، میتونن تشخیص بدن، این که ببینی این نقشی که الان میخوای کار کنی بر خودت واقعا چقدر چالش برانگیزه، چقدر دلت میخواد کارش بکنی. مثلا یه وقتایی یه فیلمنامه هایی میخونی و خب کاراکتر اصلی بهت پیشنهاد شده، ولی همه یه فیلمنامه یا کاراکتره برای چالش برانگیز نیست، خب چرا باید کارش کنی؟ درسته. بعضی من اصلا اندازش مهم نیست، مهم اینه که چقدر قراره تو رو ببره جلوتر نسبت به کارهای قبلی. درسته. میخوام بدونم کلن توی انتخاب فیلم نامه و همکاری چقدر خود سابقه پیشینه و وجهه کارگردان در اولویت برات قرار داره، یا اینکه در واقع اون نقش یا این دوتا رو میتونی بگی به یک نسبت تأثیر داره، آیا هست یکی از این دو مورد برات مهمتر میتونه باشه؟ کلن یا در مورد کلن. کار مسعود؟ کلن. ببینید خب فیلمنامه بر من واقعیتش خیلی مهمه که چقدر جذابه و چقدر کشش داره، ولی کارگردانم به نظرم مهمه، چون من معتقدم تو میتونی بازیگر خوبی باشی و بازیگر بدی باشی در این حال اگر کارگردان تو رو درست هدایت نکنه. من فکر می‌کنم که اگه یه جایی بازیگری بد ظاهر میشه و ما همیشه از اون کارهای خوب دیدیم، تقصیر بازیگر نیست، چون کسی که از بیرون داره اونو میبینه کارگردانه. درست. و این کارگردان خوب خیلی تاثیرگذاره توی اینکه تو به عنوان یه بازیگر خوب شناخته بشی یا نه. دقیقاً همینجوره. منم با نظر شما موافقم. چیزی که تو نقش آفرینی شما تو فیلم یلدا جلب نظرمو کرد، حالا با توجه به اینکه سعی میکنیم اما نتداری کنیم و قصه فیلمو لو ندیم، این بودش که ورود شما توی قصه خیلی زیرپوستی و ظریفه، یعنی کاملا حتی با وجود اینکه خب من فیلم رفتن رو دیده بودم، ولی حضورتون نامحسوس بود که حتی من به نظرم نیومد این بازیگر یا این کاراکتر قراره که تو قصه بمونه و نقشی داشته باشه، ولی خب طبعا این از هنر کارگردان توی معرفی این کاراکتر شما هم هستش، و
ولی بعد خیلی ظریف اومدش و اون تأثیری رو که دقیقا میشه گفت مسیر درام رو تغییر داد به واسطه حضور شما انجام شد. یه سکانس خیلی مهمی داشتین که با چند تا از بازیگرهای دیگه همه با هم، خانم صدر عرفایی بودن از طرف عسکری بود و خب اون سکانس تعیین کننده رو میخوام بگم داشتم به بازی همه بازیگر رو تو اون شلوغی نگاه میکردم که هر کس درگیر یه چیزی بود و خیلی به طور خاص بازی شما و اینکه کاملا تو حس موقعیت خاص اون کاراکتر اون زن بودین و من واقعا اون لحظه شما رو در قامت همون زنی که داره یه چیزی ازش گرفته میشه که واقعا به جونش وصله و در این حال هم منطق پذیرش اینو داره ولی احساسش باعث میشه که اونو اذیت بشه کاملا اونو حس کردم. حالا میخوام در واقع اینو بدونم، این سکانس رو مثال زدم چون یک سکانس برجسته از حضور نسبتا کوتاه شما تو فیلم بود، تا اینکه بدونم نوع ارتباطتون به خصوص توی همچین سکانس های شلوغ با بازیگرهایی که میتونن حرفه‌ای و مثلا بالاخره یک دست نباشن به چه شکل اتفاق میفته و این فیلم خاص. در مورد این فیلم من خب توی خانواده‌ای بزرگ شدم که خیلی خانواده معتقدی بودیم همه و هستن، یعنی خانواده‌ام، و برای من خیلی این کاراکتره رو میفهمیدم. میتونی نمیدونم این براتون پیش اومده یا نه، یه وقتایی مثلا تو خیابون دارین راه میرین یه چیزی پیدا میکنین برش میدارین شب یه اتفاقی براتون میفته. بله. نشانه ها رو آره بعد میگی ای من اینو برداشتم این اتفاق افتاد، بعد میخوای بندازیش دور. بله. توی این کاراکترم خب این زن شرایط خیلی سختی داشته، ما خیلی کم میبینیمش، ولی زنیه که دوبار زایمان داشته و ما میفهمیم که دیگه بچه دار نمیشه. ارتباط من با این کاراکتر اینجوری بود که من 4 تا خواهر کوچیک‌تر از خودم دارم و آخریه تقریبا با من بزرگ شده که الان 8 سالشه. بله. یعنی مثلا منم مثل مامانم میدونه. بله. فکر میکنم من مادرشم. من همیشه کابوسایی که میبینم این شکلیه که خواهرم که اسمش ساراست یا داره غرق میشه یا دارن میبرنش، یه جوری ازمون جدا میشه. بله. برای همین خیلی برام واقعی بود وقتی میخواستم بچه رو تحویل صدف بدم و من واقعا و حال بچه بد شده بود تو سکانس داشت. بله. گریه میکرد، اصلا من نمیتونستم اینو تحمل کنم چون خانوادمونم خانواده پر جمعیت پر بچه‌ای بوده. فکر کنم برای این در اومده چون من با اینکه مادر نیستم ولی اون حس مادرانه واقعی رو در واقع بهتون کمک کردن خیلی. که شما موقعیت اون زن رو آره بیشتر درک کنی. خیلی میگم با اینکه ما هیچ وقت مادر بودن رو تجربه نکردم و اینا آره. بله. ولی چون برای خواهرام این شکلی بودم. بله. خیلی میفهمیدمش. ما به ازاسازی کردیم. آره. اینم کاملا مشهوده و خیلی بازی شیرین و دلچسبی داشتین و امیدوار هستم با همه هوشمندی انشالله انتخابایی که در پیش دارین همچنان ما رو همینجور درگیر بکنه و امیدوارم که فیلمتون و خودتون تا پایان جشنواره بازخوردهای خوبی دریافت بکنین. براتون آرزوی موفقیت دارم و ممنون که در کنار ما بودین. قربونتون، خواهش می‌کنم. ممنون. متشکرم هستم از شما بینندگان کافا پارات که ما رو همراهی میکنی. سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 10 الی 22 بهمن 1397.